وقتی در صنایع و تولیدات مادی سختی و زحمت و کوشش اساس پیروزی در صنایع و تولیدات باشه، طبیعیه که در کشتن و تولیدات معنوی که نماز و روزه و تلاوت قرآن و حد در رأس اونهاست حتما سختی و مشقت لازمه. برای اینکه شما مطمئن باشید حقیقت همین است، دقت بفرمایید شریعت چقدر جالب نمازهای پنجگانه را بر اساس تحمل سختی و زحمت ارزیابی کرده. لاغه مثلا در شعر خونده ایم از زبان شریعت، از زبان سخنگوی شعر نماینده پروردگار متعال در کره زمین حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، از زبان رحمتا للعالمین چنون میشنویم: اثقل الصلاة على المنافقين الصبح والعشاء ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. حضرت فرمود سنگین ترین نمازهای جماعت بر منافق نماز عشا و صبح است، و اگر می دانستند این دو نماز چه اندازه اجر و ثواب دارند، یعنی اگر به اجر و ثواب این دو نماز معتقد بودند با هر وسیله بود خود را به نماز جماعت می رسانیدند. حالا سوال اینجاست که چرا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز ظهر و عصر و مغرب را نام نمی برد؟ مثلا ظهر و مغرب دلیلش واضح است، چون ظهر و مغرب مشقت و زحمتی ندارد. اینو تفریح هم هست، نماز ظهر نه موقع کاره، نه موقع گردشه، نه موقع دیدنیه، نه هم ساعت 12 ظهر موقع نهار خوردنه. معمولا مردم نیم ساعت بعد از ظهر نهار میخورن. بنابراین طبیعیه که اگر یه ذره ای علاقه به امور اجتماعی هم باشه انسان میل داره که یه مسجد میریم نمازی میخونیم بعد میریم خونمون، دیگه ایمان نمیخواد، جهاد نمیخواد، همین انسانیت کافیه که بیاد نماز رو. ولی برای نماز عشا و صبح چی؟ در نماز عشا باید مجلس مهمانی به هم زد برای نماز جماعتی، در عروسی باید شهامت بود، تعطیل عمومی جشن عروسی اعلام کرد برای نماز جماعت، در برابر مهمان بی نماز باید قیافه گرفت، با جدیت به ایشون گفت که آقا ببخشید موقع نماز عشا تشریف میارید نماز، یا بریم با هم شما در مسجد قدم بزنید من نماز میکنم برمیگردیم خونه میوه و چای میخوریم. اگر کسی چنین با مهمان بی نماز برخورد کرد ایمان داره، جدی عرض میکنم، اگر توانستید شما با مهمان بی نماز اینطور برخورد کنید در وقت نماز عشا به جماعت، شما ایمان دارید. اما اگر به خاطر احترام مهمان بی نماز شما نماز جماعت عشا را ترک نمودید، طبیعی است که اون بی نماز نزد خدا محترمتر از خدای اون بی نمازه، مسلمه. حالا شما نمیخواید بپذیرید، یکی از گرفتاری های ما اینه که حقیقت را نمیپذیرید چون تلخه، سعی میکنیم باطل را به جای حق بپذیریم چون مزخرفه، یعنی آراسته شده است، ظاهرش قشنگه. واقعیت اینه و روز حساب معلوم خواهد شد که حقیقت همینه. و نماز صبح مهمتره، معمولا غالب انسان ها دیر میخوابند در شب، به ویژه انسان هست که متمدنتر، ثروتمندتر، سالمتر باشه دیرتر میخوابد. وقتی انسان شب دیر خوابید قسمت آخر شب خیلی برایش لذت بخش است اگر بخوابد. حالا اگر اون خواب گوارای روح افزا را قطع نمود، برید، بلند شد برای نماز صبح به موقع، این ایمان داره، این معتقده. پس اینجا مسئله زحمت و تحمل سختی در نماز عشا و صبح مطرح است که حضرت عنوان می‌فرماید سنگین ترین نمازها برای منافق این دو نماز است. در هر کار همونطور است، در مجموع کارها، حتی در مسافرت ها و جهاد ها، افراد مجاهد فی سبیل الله هر کس برای اجرای فرمان خدا زحمت بیشتری بکشند اجر بیشتر است. حداقل یک بار این داستان که میخواهم عرض کنم از این منبر برای مؤمنان نمازگزار بازگو شده. در موقع حرکت به سوی غزوه بدر وسایل سواری کم بود،
هر سه نفر یک وسیله سواری داشتند. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت علی بن ابی طالب کرم الله وجهه و حضرت مقداد بن الاسود یکی از صحابه کرام رضی الله عنه، این سه مجاهد نیز یک وسیله سواری داشتند. از مدینه بیرون آمدن، طبق معمول حضرت بدون تعارف سوار شد و علی و مقداد پیاده حرکت کردند. موقعی که مرحله اول سفر نزدیک بود تمام شود، علی و مقداد به همدیگر گفتند ما تا آخر سفر پیاده می رویم تا رسول الله همیشه سوار باشد. خب مرحله اول که تمام شد، حضرت پیاده شد و به دو رفیق فرمود بفرمایید یکیتون سوار شید. اونا گفتند یا رسول الله، ما توافق کرده ایم که تا آخر مسافرت همیشه تو سوار باشی و ما پیاده برویم. حضرت با تعجب چنین فرمود لستما به اقوى منی و لست به اغنى عن الاجر منکما، یعنی شما در راه رفتن از من قوی تر نیستید و من هم مانند شما به اجر و ثواب نیاز دارم، از اجر و ثواب بی نیاز نیستم که فقط شما اجر را رفتن ببرید و من اجر نبرم. حتی در ظریف‌ترین مسائلی که زحمت کشیدن مطرح است، در شرع این در نظر گرفته شده تا اونجا که به استناد بیانات رسول الله صلی الله علیه و آله فقها چنین فتوا دادند که هر کس خانه اش از مسجد دور است و پیوسته به نماز جماعت بیاد، اجر و ثوابش بیشتر از کسی است که همسایه مسجده، چون همسایه مسجد موقع آمدن به نماز کمتر زحمت میکشد، چون کمتر زحمت میکشد اجر و ثوابش از نماز جماعت کمتر است. البته اگر نیاد گناهش بیشتره، اگر بیاد ثوابش کمتره. در همین مسئله آمدن به مسجد هم دور بودن چون زحمت و سختی داره مایه مورد اهمیت قرار دادن.